مدیریت و استفاده بهینه از زمان. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بعضی از ما در تلف کردن زمان و کشتن زمان مهارت شگفت‌انگیزی داریم و شاید هرگز برامون قابل تصور نباشه که میشه از زمان موجود حتی تا 2 برابر ظرفیت واقعیش استفاده کرد. یعنی میشه از 24 ساعت 48 ساعت خلق کرد و از اون استفاده کرد. برای دستیابی به این مهم، تکنیک هایی که در ادامه گفته میشه بسیار مفید خواهند بود. بد نیست در ابتدا مروری بر ویژگی های زمان داشته باشیم و زمان رو بیشتر بشناسیم. ویژگی های زمان عبارتند از 1. همه انسان ها به طور یکسان از زمان برخوردارند. 2. زمان قابل خریدن نیست. 3. اگر زمان تلف شود، قابل جایگزین کردن و بازگرداندن نیست. 4. نمیشه زمان رو برای آینده ذخیره کرد. 5. تهیه و استفاده از زمان نیاز به سرمایه گذاری نداره. مدیریت زمان. مدیریت زمان به عنوان سیستمی کارا و مؤثر برای کنترل و استفاده بهینه از زمان تعریف میشه. اگه بدونیم برای انجام فعالیت‌های رسمی و غیر رسمی، اداری و غیر اداری، زمان محدودی در اختیار ما قرار داره، بیشترین تمرکز خودمون رو بر چگونگی استفاده بهینه از زمان، به خصوص در مورد هدفمون که فراگیری زبانه، صرف خواهیم کرد تا هم زمان مورد نظر هدر نره و هم بتونیم برای نیل به اهدافمون از اون بهره‌مند بشیم. در این خصوص لازمه که به یه سری از تکنیک‌های کارا و مؤثر در مدیریت زمان فکر کنیم. نتایج مدیریت زمان. نتایجی که از مدیریت زمان حاصل میشه عبارتند از 1. استفاده کارآمد و اثر بخش از زمان. 2. فرصت بیشتر برای انجام کارهای مهم و ضروری. 3. افزایش احتمال دستیابی به اهداف عالی. 4. افزایش اثر بخشی و بهره‌وری. مدیریت زمان به شما این امکان رو میده که تا از زمان بهتر استفاده کنید و از اتلاف وقت و زمان در راه رسیدن به هدف والای خود جلوگیری کنید. بسیار مهمه که بتونیم از زمان و عمر، این نعمت الهی که در اختیار ماست، بهترین استفاده رو داشته باشیم. 24 ساعت در شبانه روز معادل 1440 دقیقه زمان کمی نیست. اگر غفلت کنیم بیهوده از دست میره و بازگشتی در اون وجود نداره. موفقیت اتفاقی نیست. بدون شک یکی از تفاوت‌های اصلی افراد موفق و ناموفق در استفاده درست از فرصت‌ها و ابزار و زمانه. زمانی که در اختیار دارید رو اگر ابزار بدونید و یا اگر فرصت بدونید، به هر حال چه اگر از اون استفاده بکنید و یا اگر از اون استفاده نکنید، در حال گذره و قابل برگشت نیست. بیشک پاسداشت و شکر نعمتها نعمت را افزون و کفر و ناسپاسی در فرصتها و نعمتها اونا را از کف ما خارج خواهد کرد. با کمی کنکاش در گذشته خود این موضوع را تایید خواهید کرد. بدون شک شکر و پاسداشت نعمتها تنها به شکر و سپاس زبانی نیست. البته که درک نعمتهای در اختیار ما و همچنین شکر زبانی لازمه و تلنگری بر ماست که هوشیار باشیم. اما استفاده کاربردی از نعمتها و ابزار است که حق سپاسگزاری را به جا خواهد آورد و فرصت به کفاوری نعمتها و فرصتهای دیگر را برامون فراهم خواهد کرد. پس به عنوان یک زبان آموز هوشیار و پر انرژی و پر انگیزه و دارای اهداف بزرگ بر ماست که کمی بیشتر از گذشته مراقب هدر رفتن زمانمون باشیم تا بتونیم بهتر از وقت و عمر و زمان خودمون استفاده کنیم. در ادامه تکنیک ها و راهکارهایی رو مرور خواهیم کرد که در بکارگیری و مدیریت زمان بسیار مفید و مؤثر خواهند بود. تعهد به زمان. نکته اساسی این تکنیک در اینه که به زمانهایی که برای مطالعه و مرور و تمرین در روز قرار میدید مقید و متعهد باشید. درسته که کمی در زندگی خودتون تغییر ایجاد کردید و معمولاً زمانهای مرده و بلا استفاده قبلی شما در مراقبه و مطالعه و تمرین صرف میشه. اما سعی کنید زمانهایی که به طور ویژه برای تمرین و مطالعه دروس جدید و یا مطالب قبلی تعیین میکنید و یا خواهید کرد رو در طول روز در یک ساعت مشخص که آمادگی همه جانبه برای فراگیری دارید تنظیم کنید. فرض کنید میخواید طوری برنامه ریزی کنید که روزانه یا یک روز در میان به میزان 2 ساعت مطالعه و تمرین زبان داشته باشید. اگر برنامه ریزی کردید و مشخص کردید، به هر ترتیبی که هست در اون ساعات مشخص سر مطالعه و تمرین زبان حاضر باشید و کارهای دیگر رو بر زبان اولویت ندید.
حتی متعهدتر از تعهد حضور خود در کلاس‌های زبان و یا کلاس‌های درسی باشید. تکرار این کار و حساس بودن شما بر انجام اون در یک ساعت مشخص، این رفتار رو بعد از گذشت مدتی که معمولاً دانشمندان رو 21 روز تخمین می‌زنن، در شما تبدیل به یک عادت خواهد کرد و زمانی که یک فعالیت تبدیل به عادت شد، این بدن شما و مغز شماست که ناخودآگاه شما را برای مطالعه و مرور و تمرین آماده خواهد کرد و شبیه به یک محرک شما را با اتاقتون و محلی که هر روز در اونجا مطالعه میکنید خواهد برد. علاوه بر این ویژگی، ذهن و جسم شما آمادگی بیشتری در اون زمان خاص برای فراگیری خواهد داشت و به عبارت دیگه میشه گفت شما علاوه بر تمرین و مطالعه روزانه به نوعی در حال راضی نمودن عادات و نیاز بدن و ذهن خود هستید. برای اینکه این فعالیت در شما به درستی تبدیل به عادت بشه، لازمه که در انجام اون در سر ساعت مشخص شده بی‌نظمی و تنبلی نکنید. قرارهای دیگه و کارهای دیگر رو بعداً یا قبل از زمان مطالعه و تمرین بگذارید. اهمیت قائل شدن و اصرار شما در تعهد به این زمان، ضمیر ناخودآگاه شما رو نیز برنامه ریزی خواهد کرد که بداند موضوع فراگیری چه اهمیت والایی برای شما داره و باعث خواهد شد که ضمیر ناخودآگاه شما مؤثرتر از قبل به موضوع فراگیری نگاه بکنه و شرایط یادگیری مؤثرتری رو براتون فراهم بکنه. یک تکنیک دیگه این که در مورد زمانهای مشخص شده تمرین و مطالعه خودتون با اطرافیانتون و خانواده خودتون صحبت کنید و اونا رو در جریان قرار بدید. اجازه بدید اونا هم بدونن که شما برنامه خاص در یک ساعت خاص از روز دارید. با این اطلاع رسانی هم اونها مراعات شما رو خواهند کرد و سعی در ایجاد شرایط مناسب برای مطالعه شما خواهند کرد و همین که در مواقع کمکاری شما به شما این موضوع رو گوشزد خواهند کرد و مانع کمکاری شما خواهند شد. استفاده از زمانهای مرده و بدون استفاده. تکنیک اول یافتن و شناختن زمانهای مرده و بدون استفاده است. اجازه بدید ابتدا منظورمون رو از زمانهای مرده تعریف کنیم. زمانهای مرده زمانهایی هستن که ما هیچ استفاده ای مفیدی از اون زمانها نمی کنیم و شاید تا به حال به این موضوع توجه نکرده باشیم که با کمی دقت به خرج دادن و کمی هوشیاری زمانهای مرده رو میتونیم به زمانهای مفید و قابل استفاده تبدیل کنیم. به عنوان نمونه یه روز معمولی خودتون رو یک بار تو ذهنتون مرور بکنید و دنبال زمانهای مرده ای بگردید که روزانه در حال تلف شدنه. مثلا زمانهایی که در مسیر رفتن به مدرسه یا دانشگاه یا محل کار یا هر مقصدی که هستید رو در نظر بگیرید. زمانهایی که در مترو، اتوبوس، تاکسی در حال پیاده روی به سمت مقصد خودتون هستید و به ناچار منتظرید که این زمان به یه نحوی به پایان برسه و به مقصد خودتون برسید. زمانهایی که در مهمونی های خسته کننده باید کناری بشینید و منتظر تمام شدن مهمونی بمونید. زمانهایی که تو محل کار خودتون هستید و کار خاصی برای انجام دادن ندارید و احساس میکنید که زمان چقدر به کندی در حال گذره و غیره و غیره و غیره. زمانهایی از این نوع که دارن روز به روز تلف میشن بسیار زیادن. بسته به افراد مختلف زمانهایی از این دسته بسیارن که در طول روز و هفته زمانها و این سرمایه مهم رو از دست میدیم. همانطور که افراد مختلف زندگی‌های مختلفی دارند، شناخت این زمان‌ها متفاوته. با کمی کنکاش در زندگی خودتون زمان‌های مرده رو پیدا کنید و از دست رفتن اونا جلوگیری کنید. تکنیک دوم زنده کردن و به کارگیری زمان‌های مرده است. به عبارت دیگه باید ببینیم که چه فعالیت‌هایی رو در این زمان‌های مرده می‌تونیم انجام بدیم. این موضوع بستگی به خودتون داره که در این زمانها چه چیزی یا چه مطلبی رو برای تمرین یا مطالعه داشته باشید. برای نمونه میتونید لیستی از لغات جدیدی رو از یک متن مورد مطالعه‌تون درآوردید تکرار و تمرین کنید. موبایل هوشمند شما غیر از جواب دادن تماس‌های تلفنی و گوش کردن به موسیقی قابلیت‌های دیگه‌ای هم داره. میتونید به یک فایل شنیداری و یا متنی که با صدای خودتون خوندید و ضبط کردید گوش کنید و تکرار کنید. میتونید فلش کارت های لغاتتون رو تمرین و تکرار کنید. اگر موقعیت مناسب تری دارید میتونید چند جمله‌ای که به ذهنتون میرسه رو بنویسید و یا از فایل صوتی که در حال شنیدنش هستید کمک بگیرید و جمله هایی رو بنویسید و تمرین کنید. میتونید تفکراتتون و اون چه در ذهنتون میگذره رو به انگلیسی هر چند با جمله‌های ساده مرور کنید و یا احیانا اونا رو بنویسید. اگر در موقعیت مناسب تری هستید میتونید همزمان با صدای خودتون که قبلا ضبط کردید و یا صدای گوینده شما نیز با صدای رسا تکرار کنید. اجازه بدید زبانتون به ادای کلمات و جملات انگلیسی عادت کنه. کتاب‌های جیبی یا داستان‌های انگلیسی برای مرور در چنین زمان‌هایی بسیار مناسبند.
البته بازم میتونید به کمک موبایل خودتون هزاران داستان انگلیسی رو از اینترنت بگیرید و در موبایل خودتون داشته باشید و در چنین زبانهایی از اونها استفاده کنید. البته دقت داشته باشید، لزومی نداره که در ابتدا 200 داستان بگیرید و بعد از 2 هفته هیچ کدومو نخونید. یه دونه یا 2 تا داستان کافیه. ابتدا بر داستان یا مطلب اولی مسلط بشید و بعداً سراغ بعدی برید. تکنیک تکرار و یادگیری عمیق رو رعایت کنید. زمانهایی که در حال پیاده روی در خیابون برای رسیدن به مقصدی هستید، به جای شنیدن صدای بوق و سر و صدای ماشینا، شنیدن یک داستان و یا یک متن میتونه جایگزین مناسبی باشه. با یه تیر 2 نشان زدید. هم از شلوغی و سر و صدا دوری کردید و هم از طرفی 1 گام به جلو خواهید بود. استفاده از زمانهای موازی. انجام همزمان و موازی 2 فعالیت در کنار یکدیگه میتونه در جهت یادگیری شما مفید باشه. از یک طرف فراگیری و تمرین زبان و در طرف دیگه میتونه کاری بدنی و یا هر کار دیگه‌ای که خیلی به تمرکز ذهنی نیاز نداشته باشه. البته انجام موازی کارا ممکنه در ابتدا کمی مشکل به نظر برسه، اما کافیه که توانمندی خودتون رو به چالش بکشید تا به این موضوع برسید که چه توانمندی‌هایی داشته اید و از اونا بیخبر بودید. با کمی تمرین قدرت تجزیه تحلیل ذهنتون رو بالا میبرید و به راحتی میتونید کارهای موازی رو به نحو احسن انجام بدید. اصلا جای نگرانی نیست. برای نمونه میتونید همزمان با تمرین ورزشی خودتون چند لغت رو همزمان با ریتم موسیقی باشگاه ورزشیتون تکرار و تمرین کنید. بدون شک زمانهای زیادی در آینده برای شنیدن به موسیقی در ماشینتون وجود داره. همزمان با رانندگی از ضبط و پخش ماشینتون استفاده کنید و همزمان با طی مسیر و رانندگی یک فایل شنیداری رو چند بار گوش کنید و با صدای خودتون بلند تکرار کنید. همزمان با دیدن فیلمی که خیلی براتون اهمیت نداره و در طرفی میخواید در کنار خانواده هم باشید، میتونید دفتر یادداشت لغاتتون رو با خود داشته باشید و چند لغت تمرین کنید و غیره و غیره. با کمی بررسی در زندگی خودتون کارهایی که میشه موازی انجام داد رو پیدا خواهید کرد و میتونید در کنار اون کارها فراگیری و تمرین زبان نیز داشته باشید. تصور واقعی از 24 ساعت. بارها اتفاق افتاده که در یک لحظه متوجه بشید 7 روز هفته به پایان رسیده، یعنی روز جمعه هستت شنبه تا پنجشنبه رو خوردی و با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه رسیدیم که زمان زیادی از این 168 ساعت یک هفته هدر رفته و تلف شده، چون الف تا کنون نگاه ما به زمان روز، هفته و ماه بوده، نه ساعت و دقیقه و ثانیه. ب در تقسیم اوقات همیشه فرداها رو روز فعالیت تعریف کردیم. جیم ساعت روزانه و هفتگی رو در قاب زمان ندیدیم. الف تا کنون نگاه ما به زمان روز، هفته و ماه بوده، نه ساعت و دقیقه و ثانیه. نگاه کلی به زمان باعث عدم توجه به از دست رفتن زمانهای جزئی میشه. باید سعی داشته باشیم نگاه خودمون به زمان رو در روز و هفته و ماه خلاصه نکنیم و کمی زیرکانه تر زمان رو در نظر داشته باشیم. در نظر داشتن زمان به ساعت و دقیقه و ثانیه شاید در ابتدا کمی استرس‌زا به نظر برسه، اما با کمی مراقبه و ملاحظه ذهن خودتون رو برنامه ریزی میکنید که از لحظه‌ها به درستی استفاده بکنه. بگذارید که توجه شما معطوف به دقیقه‌ها و ثانیه‌های در حال گذر باشه و نه روزها و هفته‌ها. ب در تقسیم اوقات همیشه فرداها رو روز فعالیت تعریف کردیم. بیشک این جمله رو بارها و بارها شنیدید که کار امروز رو به فردا نیندازید، اما در نظر کسی که دقیقه‌ها و ثانیه‌هاش ارزشمنده، زمان اجرای کارهایی که موقعیت انجامشون فرا رسیده اکنونه، نه فردا. تنبلی این بلای انتشار یافته در جامعه ایرانیمون رو کنار بزنیم و کمی تلاش و کوشش به هنگام و به موقع رو چاشنی موفقیت‌هامون کنیم. جیم، ساعات روزانه و هفتگی رو تو قاب زمان ندیدیم. بیایید با خودمون صادق باشیم. تا به حال چند بار روزها و هفته‌ها و ماه‌ها رو به ساعت و به دقیقه تو ذهن مرور کردیم و مراقب از دست ندادن اون بودیم. شاید لازم باشه که چند ساعتی رو به تفکر و نتیجه گیری به این موضوع صرف کنیم و تکلیف خودمون رو با قاب زمان مشخص کنیم. وجود این 3 موضوعی که گفته شد که اکثر ما دچار اون هستیم، ما رو به فاجعه‌ای به نام اتلاف وقت دچار کرده. بیایید خودمون رو از فاجعه اتلاف وقت رها کنیم تا در آینده نزدیک شاهد شکوفایی موفقیت‌های خودمون باشیم. به کارگیری تکنیک‌های تسلط بر جسم و روان. معمولا هر شخص ساعتهایی از روز رو توانمندتر و علاقمندتر به نظر میرسه. البته این ویژگی مختص کسانیه که تکنیک های تسلط بر جسم و روان رو نمیدونن و اگر با اونها آشنا هستن درست از اونها استفاده نمی کنن. پیشنهاد میکنم اگر تکنیک های تسلط بر جسم و روان رو خوب و عمیق یاد نگرفته اید، دوباره سراغ اون بخش برید و دوباره تمرین کنید.
اما در مورد زبان آموزانی که از تکنیک های تسلط بر جسم و روان به درستی بهره میبرند، ساعت هایی که انگیزه بالای فراگیری دارند و به طور کلی در وضعیت جسمی و روحی عالی هستند، روز به روز افزایش پیدا میکنه و روز به روز پر انگیزه تر و پر انرژی تر و پر قدرت تر از قبل خواهند بود. به هر حال مراقب زمان هایی که در وضعیت خوبی برای فراگیری هستید باشید که این زمان ها رو از دست ندید. اون زمانها زمانهایی هستند که مفید میتونید از اونها استفاده کنید و با کیفیت بالاتری فرا بگیرید. زمانهای مفید و مؤثر ما یک سری رقبا و تلف کنندگانی دارند که در ادامه به اونها اشاره میکنید. یک، اشتغال به کارهای ظاهراً سرگرم کننده که در نهایت فایده ارزشمندی برای شما نخواهند داشت. دو، پناه بردن پراکنده و بی هدف به تلویزیون و رسانه‌های جمعی دیگه. البته نه برای کسانی که به طور هدفمند در جهت فراگیری با تکیه بر تکنیک‌های فراگیری از رسانه‌ها از اونها استفاده می‌کنند. سه، مطالعه پراکنده و بی هدف و برنامه ریزی نشده. البته همون گونه که قبلا هم گفته شد، با برنامه ریزی و مشخص نمودن هدف عالی خود دچار این مشکل نمی‌شید. چهار، پناه بردن به تلفن و تماس‌های غیر لازم که در حقیقت قاتل زمانند. تماس‌های تلفنی که علاوه بر کشتن زمان شما، غیر از دردسر برای شما حاصلی ندارند. زمانی که در حالت مناسب و خوب بدنی و روانی قرار دارید، باید به مهمترین و ارزشمندترین کارها بپردازید. این توجه ما را به شگفت‌انگیزترین کارکرد ذهن می‌رسونه که با مرور و با به دست آوردن تجربیات شیرین، توانمندی و اهمیت تکنیک‌های تسلط بر جسم و روان و همینطور تکنیک‌های مدیریت زمان رو در خواهیم یافت. پیروز و شادکام باشید.